سلام، یه غذای خیلی خوشمزه داریم که با بال مرغ درست میشه. اکثرا توی آموزش ها بال مرغ رو حالا به صورت یا کباب استفاده میکنن آموزش میدن، یا اینکه به صورت بوفالو وینگ و اینا. یه روشی هست که باهاش یه چیز درست میکنیم به اسم چیکن لالی پاپس، که هم خوردن بال مرغ خیلی راحت تر میشه اینطوری، هم که خیلی جذاب تر و ظاهر قشنگ تر و شیک تری داره و به عنوان فینگر فود و برای بوفه غذا و مزه و اینا میتونید ازش استفاده کنید. ما برای درست کردن چیکن لالی پاپس به بال مرغ احتیاج داریم. چیزی که مهمه اینه که ببینید، اگر خودتون مرغتون رو قطع میکنید، این قسمت نوک بال رو جدا نکنید، چون معمولا همیشه جداش میکنیم و باهاش استاک و اینا استفاده میکنیم. اگر هم حالا مرغ رو از این پروتئینایی که مرغ قطعه شده میفروشن میگیرید، بگین که این قسمت نوک بال رو نگه دارن و این رو کامل بگیرید شما. به خاطر اینکه چرا حالا این قسمت نوک بال لازمه؟ که این قسمت به عنوان یه اهرم و دستگیره استفاده میشه که ما از این کمک میگیریم و استخونهای داخل بال رو بیرون میکشیم. پس اگر که این قسمت نوک بال قطع شده باشه، نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. خب برای شروع ببینید، این قسمت نوک بال مرغ رو شما با یه پارچه بگیرین که توی دستتون سر نخوره. بعد این رو شروع کنید به چپ و راست حرکت بدین به همه جهت ها، تا کاملا احساس کنید که این اتصال این استخونه ها و مفصل اصلا جدا میشه. کامل میفهمید یعنی چی؟ به چند تا جهت که اینو بچرخونید یه حالت خیلی شل و نرمی پیدا میکنه دیگه، مطمئن میشین که اتصال جدا شده. بعد این رو که توی مشتمون میگیریم، این انگشتتون رو تو قسمت بالا این نگه دارین و از پایین اینو با شست هول میدیم به سمت بالا. ببینید اینطوری استخونه ها بیرون میزنن. حالا استخون بزرگتر ما لازم داریم و نگه می‌داریم، ولی استخون کوچیک‌تر رو شما اینجوری درجا بچرخونیدش چند دور تا کاملا اتصالش با اون پایین جدا بشه و بتونید بیرون بیاریدش. این استخون پایین که جدا میشه، حالا اینو لازم داریم. از اینجا فعلا دیگه نوک بال لازم نیست، به دستتون رو بذارید معلوم میشه این مفصل سفته، از زیر اون مفصل جداش کنید کاملا. بعد این رو همینجوری به سمت پایین هل میدیم. ببینید اینطوری تا یه مقداری کامل بیرون نکشیم که از استخون جدا بشه، به سمت پایین هل میدیم و بعد همینجا یه ذره شکل کروی بهش میدیم. حالا اگه بخوام خیلی سریعتر براتون انجامش بدم بدون توضیحات، اینطوری چپ و راست و این انگشتین پایین فشار میدیم به سمت بالا. فقط یه توضیحی بدم، این استخون کوچیک ممکنه که نچرخه درج. اگه دیدین خیلی سفته، از این قسمت پایین که به این مفصل انتها متصله، ببینید یه برش کوچیک بدید، این جداش کنید از اون پایین، چون ممکنه که موقع برش دادن خیلی مفصل رو از بالا بریده باشن. وقتی اینطوری جداش کنید دیگه به راحتی این میچرخه. چند دور در جاهایی بچرخونید تا مطمئن بشین که از پایین کاملا شل شده و حرکت میکنه. بعد اینطوری بیرون میکشیمش. قسمت بالا رو هم که دیگه میبریم و مثل همون قبلی ها آماده سازی شد. اینم پول میدیم به سمت پایین و بعد با دست یه حالت کروی. بعد از اینکه اینا همه تموم شد کارشون، حالا باید مزه دارشون کنیم. برای مرینت کردنشون از نمک و فلفل سیاه استفاده میکنیم، سیر رنده شده و یه ذره فلفل قرمز به اضافه یه مقدار پودر سیر. اینا رو همه رو توی ظرف میذارم. حالا مهم نیست این شکل کلویشون به هم بخوره، چون دوباره در آخر دوباره همین شکلیشون میکنیم. بعد روش سه تا سیر رنده میکنیم. بعد بهش نمک اضافه میکنیم، کمتر از یه قاشق چای خوری برای این مقدار کافیه. فلفل سیاه به اضافه پودر سیر. و یکم هم فلفل قرمز که یکم حالت اسپایسی داشته باشه، که اینجا از پرکش یا همون چیلی فلیک استفاده میکنم. فقط چند قطره روغن بهش اضافه میکنیم که ذره حلالیت این ادویه ها رو ببره بالا و نفوذشون بیشتر بشه داخلش. دیگه از آب لیمو و پیاز و اینا استفاده نکنید که خیلی مزه جوجه کباب بگیره دیگه، چون میخوایم که یه طعم خیلی خاصتری داشته باشه. حالا این کنار میمونه مثل همه مرینیت ها دیگه، حالا حداقل 3 4 ساعت بذاریم بمونه تا یک روز میتونه مزه بگیره. حالا صرفا اینجا چون آموزش هست، بالاخره ما اون زمانو صرف نظر میکنیم، ولی شما فرض کنید که این چند ساعت مونده و طعم گرفته. حالا
ما دو تا روش داریم برای پختش، هم توی فر یا توستر آون اینا میتونیم بپزیمش، همین که توی آرد حالت استریپسش کنیم، سرخش کنیم روی گاز و توی روغن. حالا خودتون هر روشی که ترجیح میدین همونو انجام بدین، ولی به نظر خودم حالا توی فر چون ظاهر کریسپی و بهتری میگیره بهتره، ولی خب اینم روش خوبیه. برای اینکه به حالت استریپس بپزیمش، اول باید آردمون رو مثل همیشه طعم‌دار کنیم. یه ذره آرد رو اسپایسی کنید، یه ذره تندش کنید. مثلا فلفل سیاه داریم، به اضافه پودر فلفل قرمز که مثلا شاید برای مثلا دو لیوان آردمون به اندازه یه نصف یا یک سوم یه قاشق چایخوری فلفل قرمز داریم. بعد تقریبا به اندازه یه قاشق چایخوری سرپر آویشن داریم، بعد همون مقدار پاپریکا، و شاید بنزه همون یه قاشق چای خوری هم پودر سیر کافی باشه. حالا مثل همه یه سوخاری های دیگه که درست میکنیم و همون سبک KFC اینا، میتونید خودتون آرد هر چه خواستین اسپایسی ترش کنید و تون ترش کنید، اون کاملا مقدار دستتونه، ولی بذارید یه مقدار کمی تندی داشته باشه. بعد فقط نمک لازم داره دیگه، شاید اندازه یه دو تا پینچ هم نمک بهش اضافه میکنیم. بعد اینو همش میزنیم. خب این آرده اسپایسی مون حاضره. همیشه هم گفتم در مورد استریپس و این آرد و بیشتر از اندازه نیازتون درست کنید و بعد صافش کنید و دوباره نگه دارید و برای دفعه بعد میتونید استفادهش کنید که دور ریخته نشه. بعد ما یه ظرف یخ داریم، حتما باید آب خیلی سرد باشه توی این سیستم و بهش آب اضافه میکنیم. خب روغن سرخ کردنی هم میذاریم داغ بشه. حالا مرغایی که دیگه طعم‌دار شده رو یکم به اون فرمی که ما اول گفتم در میاریم، این حالت کروی. بعد یه مرحله توی آرد کامل، بعد اینکه چسبید کامل این آردای اضافه رو اینجوری تکون بدین که ازش بریزه. بعد توی آب سرد، توی آب سرد مثلا باید یه تکون کوچیک بهش بدین در حد چند ثانیه توی آب بمونه، ولی کامل شدید تکون ندین که کل آرد دوباره شسته بشه ازش. بعد از آب سرد که اومد بیرون توی آرد، بعد فقط تکون بدین. نمیخوایم مثل فیل استریپس و اینا خیلی حالت پولکی پولکی پیدا کنه، میخوام همین حالت کروی قشنگ خودشو داشته باشه، چون میخوام که حتی این بافت پوست مرغ کاملا دیده بشه روش. یعنی تفاوتش خب این چیکن لالیپاپس با اون چیزی که با کت فورونا اینا درست میشه اینه که پوست مرغ کاملا روشه و نمیخوام کامل کاور بشه زیر آرد، در همین حد کافیه. خب پس دوباره اینا رو مثل شکل کره توی آرد، بعد آب سرد ببینید یکم تکون میدم که یه مقداری از آرد از روش بریزه و کامل شسته نشه. بعد دوباره آرد دیگه مثل استریپس لازم نیست به اصطلاح این رو چنگ بزنیم و فشار بدیم که آرد بهش بچسبه، همین میخوام که در همین حد آرد روش بمونه کافیه. خب برای سیستم پخت توی فر، دو سه تا سیر رو سلح کنید یا رنده کنید، یه مقدار روغن روش میریزیم که طعم سیر خیلی زیادی بگیره. بعد همینا رو دوباره همون شکل کروی رو بهش میدیم، بعد با یه قلم و این روغن سیر رو به اینا بمالید طوری که توی فر خیلی حالت کریسپی و ترد و براق تری به خودش بگیره. همه اینا رو همینطوری اون حالت کروی رو بهش میدیم، بعد روغن سیر بهش میزنیم، بعد روی توری فر میگذاریم و توی فر میپزیمش. حدودا دماش باید مثلا 190 تا 200 خوبه، حتما فرتون از قبل گرم کنید. بعد زمانم فکر میکنم مثلا بین 20 دقیقه تا نیم ساعت کافی باشه دیگه. هر وقت دیدین روش حالت کریسپی و طلایی و ترد شده دیگه پخته، چون حجم زیادی نداره، توی همون نیم ساعت ماکسیموم میپزه، میتونید درش بیارید. یه ذره پرک فلفل قرمز روشون میذارم که فقط ظاهر قشنگتری داشته باشم بعد از پخت. طبقه وسط حرارت هم از پایین. تو فاصله ای که توی فردر میپزه ما اینا رو هم میتونیم توی روغن بپزیم. فقط چون میخوام که اون شکل کروش رو حفظ کنه، اینو وقتی که توی روغن میزنید رهاش نکنید، یه 10-20 ثانیه نگه دارید یه ذره سفت بشه شکلش حفظ کنه، بعد میتونید دیگه رهاش کنید.
اینطوری یکم نگه میدارم اینا رو شکل بگیرن، بعد میتونم رهاش کنم. ببین حرارت روغن شما نباید خیلی پایین باشه. اگر حرارت پایین باشه زمان پختتون طولانی میشه و مرغتون سفت میشه، یعنی همینطوری که توی روغنه داره آب از دست میده و یه مرغ خشک سفت بهتون میده. یکی از دلایلی که خیلی وقتا حالا کنتاکی یا مثلا چیکن استریپس اینو درست میکنید و میگین چرا انقدر سفت میشه، همینه. شما یه ذره حرارت روغن رو زیاد کنید که تو زمان کمتری بپزه و دیگه همین که دیدین رنگ زرد رد شد و به سمت طلایی رفت کافیه، نمیخواد حالا صبر کنید خیلی طلایی قهوه‌ای بشه. برای سرویش هم یه پیشنهاد خیلی خوب اینه که سس تای رو که میتونید حالا آمادش رو همیشه گفتم میتونید بگیرین دیگه، یه مقدار تندش میکنیم، خودش یه مقدار تندی خیلی لطیفی داره ولی میخوایم که تندتر بشه. بهش چند قطعه سس فلفل قرمز اضافه کنید. بعد اینم یکی از گزینه‌های خیلی خوبه برای کلن سرو بال مرغ و اینا. بعد میتونید حالا مثلا برای استفاده این رو کامل دیپ کنید توی بال و میل کنیدش، خیلی ترکیب خوبی میشه این براش. خب ببین فقط میتونید اگر که خواستین روش یه ذره خشک‌ترم بشه بعد از همون 20 دقیقه نیم ساعتی که پخته المنت یا شعله بالا رو روشن کنید، یه 4-5 دقیقه بمونه، ببینید کاملا اینجوری پوست روش حالت کریسپی و ترد میشه. فقط برای اینکه مثلا این حالت سوختگی روی استخون و اینا از بین بره و یه ذره قشنگ تر بشه برای سرو، میتونیم دورش مثل همین شیشلیکی که یه ذره فویل میپیچیم فویل بپیچیم که یه ذره تو سرو و اینا قشنگ تر بشه و حالت مجلسی تری داشته باشه. خب اینم یه سبک متفاوت پخت مرغ برای بال مرغ که خیلی مجلسی تره و کلن برای پذیرایی و اینا خیلی مناسب تره دیگه، برای بوفه و مهمونی و اینا هم که عالیه. امیدوارم که این سبک رو هم درست کنید، میک کنید و لذت ببرید. ممنون که نگاه کردید. ابوالفضل جعفری هستم با آشپز تیوی در خدمت شما.